با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرهای منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخواست مروری بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب چهارشنبه ششم آبان ماه ایرانی باستاب گسترده اظهار موضع مقامات ارشد نظامی ایران مبنی بر حضور نیروهای بسیجی و سپاهی به نفع بشار اسد در میادین نبرد سوریه در همین زمینه و مضمون واکنش ها به اعلام سریح دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه در ویان اعتراض نوبخت سخنگوی دولت کابینه روحانی از برگزاری تظاهرات جمعی سازمان یافته در اعتراض به سفر جک استرو به شیراز اصفهان و یزد موجی از تحلیل و تفسیرها حول چرخش علی لاریجانی پس از هواشی و تنش در محفل شام قریبان علی خامنه ای و بالاخره توافق غذایی ایران و روسیه در خصوص سامانه موشکی اس 300 اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه ششم آبان ماه ایرانی معادل 28 اکتبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه خبرهای کوتاه را با تازه‌های از بحران ساز سوریه در جدال منطقه‌ای مقام مقامهای ایالات متحده ای آمریکا دیروز سهشنبه پنجم آبان از دعوت برای شرکت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای بینالمللی در مورد آینده سوریه خبر دادند. در واقع این نخستین بار است که ایران به چنین گفتگوهایی دعوت می شود بنابر گزارش خبرگزاری Associated پرس این دعوت نامه از طریق کشور روسیه به ایران ارائه شده است دور بعدی گفتگوهای دیپلماتیک در خصوص آینده بحران سوریه فردا پنجشنبه در وین اتریش آغاز می شود در این گفتگوها وزرای امور خارجه آمریکا، روسیه و چندین تن از دیپلمات‌های اروپایی و عرب شرکت می کنند در این میان بر اساس شنیده ها از مقام های منطقه ای در نشست بینالمللی آینده سوریه در روز پنجشنبه قرار است از طرف ایران حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شرکت کند. به نوشته ی خبرگزاری اسوشیت پرس آمریکایی دعوت از ایران برای شرکت در گفتگوهای پنجشنبه پس از آن صورت میگیرد که واشنگتن در مورد این تصمیم چندین روز مذاکره پشت صحنه با عربستان سعودی روسیه و چند کشور دیگر انجام داده است و اما در این راستا روزنامه های تهران نیز به تحلیل ها و تفسیرهای زیادی پرداختند روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از تکنوکرات های متمایل به دولت روحانی در یادداشتی با عنوان زمان مذاکره ایران و همه بازیگران در واقع به واکاوی چگونگی دعوت شدن ایران و این فعل و انفعالات واکنش نشان داد و با اشاره به مواضع متناقض همه کشورهای درگیر ماجرا از جمله مخالفت عربستان با حضور ایران در سوی دیگر مخالفت ترکیه و آمریکا حول همکاری با کردها برای برخورد با داعش نتیجه گرفت که با توجه به مواضعی که عربستان ترکیه و آمریکا در قبال بحران سوریه دارند باید همچنان تأکید کرد که نمیتوان به این مذاکرات خوشبین بود زیرا یکی از مسائلی که ممکن است به زمین نویسنده آرمان همچنان مذاکرات ویان را مانند نشست هفته اخیر در اتریش با بنبست روبرو کند از منظر ستون نویس آرمان عدم انعطاف موازه عربستان است و همچنین شکاف و تواوت روی است که میان سه کشور آمریکا، اروپا و ترکیه بر سر بحران سوریه وجود دارد آمریکا و کردها میخواهند با یکدیگر در مبارزه با داعش همکاری کنند در حالی که رجب طیب اردوغان به شدت نسبت به سیاست های ایالات متحده انتقاد دارد و به هیچ روی آن کارا نمیپذیرد که کردها و آمریکا در مبارزه با داعش کنار هم قرار گیرند چرا که ترکیه تقویت کردها در سوریه را خطری برای خود میداند مرتزا مکی کارشناس مسائل بین الملل و نویسنده این تحلیل در پایان و در واقع در جمعبندی با اشاره به نقش تحرکات و پیشروی ارتش سوریه در برابر تروریست های داعش در تغییر وضعیت احتمالی نتیجه گرفت که اعتلاف چهار جانبه نمیتواند به یک راه حل مشترک درباره بحران سوریه دست پیدا کند. همه اینها در حالی است که بر اساس تازه ترین خبرهای دریافتی از منابع مختلف خبری وزیر دفاع آمریکا سخن از امکان عملیات زمینی در سوریه و عراق را بر زبان آورد اشتون کارتر در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده آمریکا سخن گفت که ایالات متحده مشغول بازنگری و بهسازی استراتژی خود در عراق و سوریه است و در صورت لزوم ممکن است به عملیات زمینی مستقیم علیه نیروهای داعش دست بزند در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نمایندگان حزب جمهوری خواه از استراتژی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری در عراق و سوریه انتقاد کردند و ادامه یه تسلط داعش بر بخش های گسترده از این دو کشور را غیر قابل قبول دانستند به گفته آنان جنگ علیه داعش به بنبست رسیده و پیشرفت چندانی نداشته است همچنان بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک هستید ادامه میدهیم با سایر خبرها و البته به موازات آن نظرهای منتشر شده در روزنامه های امروز ایران جدالهای برجامی و تنشهای بی پایان نوشتاری میان دو طیف مخالفان و موافقان برجام علا رغم سپری شدن یک هفته ای فرامین خامنه ای برای اجرای مشروط برجام کماکان موجی از تحلیل ها و تفسیرها را در دو سوی روزنامه ها به خود اختصاص داده است در حالی که تیم حسین شریعتمداری مداری در محفل کیهان کماکان بر تبل مخالف خانی ها میکوبند روزنامه ایران ارگان دولت از پایان نیافتن مخالف خانی های مدعیان و مریدان ولایت پس از موافقت خامنه ای شگفت زده است. گوشه هایی از هر دو روزنامه ها رو با هم دیگر مرور می کنیم که نشان از شکاف آشکار در لایه های پنهان قدرت در ایران دارد. زرد چشمک زن نیست عنوان یادداشت روز کیهان بود که به قلم شخص حسین شریعتمداری مداری در روزنامه کیهان منتشر شد و به واکاوی دو نامه رد و بدل شده رهبری ایران و همزمان پاسخ رئیس جمهوری به آن نامه پرداخت و با گلایه از اینکه به ظاهر تیم دولت و مردان هسته‌ای بر تبعیت از الزامات نهگانی رهبری تایید کردند اما در عمل نشان از این پیروی نیست شریعتمداری مداری در جایی حتی خشمگین شد و با ناامیدی نوشت که مردان دولت که از الزامات نهگانه رهبری به عنوان فصل الخطاب یاد کردن گویی یا صرفا واژه فصل الخطاب را معادل اجرای همه جانبه برجام تفسیر می کنند. همینطور لازم به توضیح است که از منظر عمده کارشناسان رسانه و سیاست اجرای برجام در تفاهمی پیشینی و در محافل امن بیت رهبری با مدیریت تیم کارشناسی کابینه روحانی و رهبری احتمالی هاشمی رفسنجانی صورت گرفت ورق میزنیم با روزنامه دیگر در جبهه دیگر ماجرا روزنامه ای ایران ارگان دولت از این همه خشم نگاشت های روزانه تیم تندروها انتقاد کرد و در یادداشتی به پاسخ برآمد دکتر سید علی میرباغری استاد دانشگاه و البته مشاور سیاسی وزیر کشور ایران که اینجا عنوانش استفاده نشده بود در مقاله روزنامه ایران با عنوان تندروها در رؤیای ریزش روحانی با اشاره به بروز تنش هایی در جبهه دولت حول نامه چهار وزیر کابینه جناح رقیب و حریف دولت را به ایجاد تفرقه و شکاف میان مردان دولت روحانی متهم می کرد نویسنده ی روزنامه ی ایران در ادامه این نوشتار با اشاره به اینکه دولت روحانی در سومین سال همچنان یک پارچگی و انسجام خود را حفظ کرده است در حالی که جریان رقیب دولت در اوج تشتت به سر می برد توافق هستئی تیم روحانی رو در واقع به مسابقه کامیابی و به مسابقه یک مصداق برشمرد که از غذا امیدها و انگیزه ها در درون خانواده دولت و جبهه حامیان آن را افزایش داده است ستون نویس ارگان دولت در پایان با اشاره به نقش محفلی و بولتن سازی تیم رقیب در تخریب دولت نتیجه گرفت که جریان تون رو به شبکه های مجهز و مدرن رسانه ای از اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت تا شبکه های تلویزیونی و روزنامه های کسی انتشار مجهز هستند اما با همان الگوهای سوخته و کهنه و مدل بولتنسازی. عمل می کنند. به همین دلیل همه قواعد و قانونهای اطلاع رسانی را زیر پا می گذارند که گویا اشاره ای آشکار داشت به تند نگارش های تهاجمی روزنامه های تحت امر نهاد رهبری از جمله روزنامه های همچون کیهان، رسالت، وطن امروز و روزنامه جوان هماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با گزیده گزارش ها و گفتگوهای از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بی اخلاقی های رفتاری سیاست پیشگان جوان ایرانی خاصه برآمده در عهد احمدی نژاد و تنش ها و هواشی های بیشمار در محافل بزرگان نظام فقها از جمله بروز آخرین تنش در شام قریبان علی خامنه که به علی لاریجانی یورش شده بود مورد تحلیل و واکاوی همه جانبه و بعضا واقع بینانه برخی از روزنامه های جناح تحول خواه واقع شد آقای لاریجانی نگران نباشید یاد داشتی بود که حامد وکیلی در روزنامه ابتکار منتشر کرد که بیشتر نوعی شناخت شناسی و باز تعریف فلسفی رفتار دونپایگان نوظهور به زمین قدرت رسیده است که به طور خاص و مشخص به نقد رفتارهای گروهی گروهی به جبهه پایداری می‌پرداخت گروهی تندروی نزدیک به حلقه مصباحیه روزنامه ابتکار در بخش از این نوشتار این گونه اشاره کرد که جبهه پایداری ها تا کنون هم در قدرت بودند و هم صاحب بخش بزرگی از قدرت شعونات قدرت هجاب گفتمانی آنان بود پروای قدرت داران پرد ساز است حال که قدمی از قدرت دور افتاده پرده بر افتاده است و رازهای نهان آنان آشکار شده است سیاستمداران را رانده از قدرت بیشتر میتوان شناخت تا مانده در قدرت نشانه های رفتاری آنان بیرون از قدرت مدلولات سرراستری دارد تا درون قدرت که اشاره آشکار داشت به نوع تنش ها و رفتارهای لومپنیستیک و پدیده اوباش سالاری جماعتی موسوم به جبهه پایداری که در جدال مجلسی علیه همه کسانی که به اینها ناهمسو بودند تجمع و تنش را انداخته بودند و اخیرا علی لاریجانی که صرفا فرمانی از فرامین فقهی علی خامنه را گردن نهاده بود موجب خشم و غضب این جبهه رادیکال و افرادگرا عرصه سیاست ایران شد و خود لاریجانی نیز مقذوب قذب تنش آفرین این گروه گردید چند میدهید تا اشکتان را در بیاوریم جزئیاتی عجیب از ماجراهای ختم های میلیونی که در روزنامه ابتکار انتشار یافت و حاوی نکات بسیار جالب از اوضاع پرزرق و برق بازار فخر فروشی نوکیسگان و نورسیدگان در نظام جمهوری اسلامی است پویان خوشحال گزارشگر روزنامه ابتکار با ذکر مصادیقی همچون وی آی پی در گورستان قبرهای 20 میلیونی و مواردی مشابه نوشته بود که روزانه در ایران حدود هزار نفر دستشان از دنیا کوتاه می شود در بسیاری از موارد خرید قبرهای میلیونی یا به اصطلاح وی آی پی و برگزاری مراسم در بهترین مساجد و دعوت از مدهان با صداهای مخملی جای خود را در پسا مرگ باز کرده است در این بین ورودی برخی مساجد برای برگزاری مجلس ختم با ورودی تالارهای عروسی مساوی است البته لازم به توضیح است که واژه پسا که این روزها در ادبیات سیاسی ایران بسیار پرکاربرد شده است همچون پسا تحریم پسا خامنه ای و پسا برجام و موارد مشابه که امروز می‌بینیم پسا مرگ هم واجعی نوپدید است در روزنامه ابتکار در هر روی گزارشگر روزنامه ابتکار با توجه به حزینه های کمرشکن مراسم های این چونینی با طرح پرسشی میپرسید که این اعداد و ارقام از کجا می و چه معیاری برای آن در نظر گرفته شده است این مبالغ را چه کسی و کسانی تعیین می کنند. آیا واحدی بر کار مساجد با این شیوه نو نظارت دارد و آیا گزارشی ماهیانه و سالیانه از کار کرد و درآمد هیئت امنای مساجد در دست است که گویا پس از تحقیقات میدانی جوابی نگرفت و فقط قطعا نخستین گمانه و گذاره در این راه همانا هزینه همه این آیدات بیکران و بیشمار سالیانه است که به جیب نهادهای تندروی موسوم به دخم نشینان و محافل مذهبی میرود گزارشگر ابتکار در پایان با قیاس قیمت نوح خانی در مساجد مختلف از 900 هزار تومان تا 20 میلیون تومان پرسید مقابله بین قیمت 300 هزار تومان، 900 هزار تومان و 20 میلیون تومان آیا این جمله جایز است که بگوییم چند میدهید تا اشکتان را در بیاوریم؟ همچنان با رویدادها و چکیده رویکردها و گزیده گزارش ها و گفتگوهای از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا با شما هستیم تیق زدن وزیر احمدی نژاد در خیابان های تهران عنوان یک گزارش خبری کوتاه بود که روزنامه آرمان منتشر کرد. داستان این گونه بود که وزیر سابق بهداشت احمدی نژاد که در چند ماه آخر دولت البته در واقع سکان سلامت مردم ایران را در دست داشت، صبح دیروز در یکی از خیابان‌های تهران توسط تعدادی کلاهبردار تیغ زده شد. محمد حسن طریقت منفرد در این باره توضیح داد که در حین رانندگی بودم که فردی از جلوی خودروی من عبور کرد ولی یک دفعه یک چرخش کرد و با دستش به آینه بغل خودرو زد و آینه هم کمی به سمت شیشه برگشت در همین حین به یک بار همان فرد آبر و همراه دو نفر دیگر با خودرویی به بنده نزدیک شدند و در همین حین یکی از افرادشان داخل خودرو شد با آنها گفتم که بیایید تا فرد مستوم را به بیمارستان ببرم این مقام پیشینی در ادامه گفت که در نهایت دست به جیب کردم و یک تراول چک پنجا هزار تومانی به آنان دادم ولی از بخت بد من وقتی دست به جیب کرده بودم چند تراول پنجا هزار تومانی در آمد و آنها نیز این مبالغ را یک جا دیده بودند بار دیگر اصرار کردند که پول بیشتری به آنها بدهم در نهایت سه تراول چک پنجا هزار تومانی به همراه چند عدد ده هزار تومانی که به گمان در حدود یکصد هزار تومان شد به آنها دادم و آنها رفتند. کاش این چونین ساده همه بدخواهان دست از سر مردم بر می و می رفتن. ادامه می دهم ده با مطلبی دیگر و روزنامه دیگر روزنامه شرق اما بهداد سلیمی وزنبردار قهرمان ایرانی را با تصویر مقموم و پا شکسته نشان داد و نوشت که قوی ترین مرد ایران زمین خورد که با آسیب دیدگی این ورزشکار اعزامی برای دریافت طلای آمریکا به هنگام تمرینات خبر داد در این گزارش بهداد سلیمی با ابراز شگفتی و شوک از پیش آمد حادثه گفت که نمیدانم که از کمشانسی توکلی مربی تیم بود یا از بخت بد خیش بنالم ادامه می دهم ده و رقم می با دیگر مطالب برگزید روزنامه ایران گفتگوی ویژه و اختصاصی با معصومه ابتکار انجام داد و در راستای موجی از انتقادهای سازمان یافته برخی از محافظگاران و رسانه های آنها علیه این زن کابینه نشین به نقل از ابتکار از نقشه سیاسی حریفان پرده برداشت از جمله در بخشی از این گفتگو معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران و معاون حسن روحانی با اشاره به اینکه میخواهند سازمان محیط زیست را نیز سیاسی کنند در نقد به صدا و سیما که تریبون یک سویه و تمام قد مخالفان دولت روحانی شد نوشت برای خود من هم سوال است که چطور واحد مرکزی خبر صدا و سیما خیلی زود میرسد چرا یک تجمع سنفی تیتر اول بخش های مختلف رسانه ملی شده و مکرر پخش می شود بالاخره ما یک سری کمبودها ها و کاستی های داریم کسی منکر آن نیست اما تعداد کمی هم هستند که بارها حرفشان را زده اند و توجه سنگین رسانه ملی قرار می گیرند ورق میزنم و ادامه میده در وقت باقی مانده با سخنان تازه یک سخنگوی دیگر در جمهوری اسلامی این بار سخنگوی غذایی محسنی اجعی نیست بلکه نوبخت سخنگوی دولت بود که قائله کاروانهای معترض نمایان خیابانی از اینان گله کرد های اصلی خانشهای مختلف از اظهار موضع نوبخت را منتشر کرده بودند از جمله روزنامه روزان روزنامه است که نزدیک به تیمی از اصلاح طلبان پیش روست، از هشدار دولت به بازگشت تحریم ها خبر داد روزنامه روزان به نقل از نوبخت نوشت که اینکه یک عده‌ای در خیابان راه بیفتند و باعث ترس از ورود به ایران شوند خود به خود تحریم هایی را ایجاد می کند که اشاره داشت به تظاهرات احتمالا سازماندهی شده یه معترض به حضور جک اسرا که با ویزای گردشگری همراه با اسخای همراه با خانواده خود به اصفهان، شیراز و یزد آمده بودند اما گویی یا مورد تهاجم جمعی بسیجی و شبه نظامی معترض واقع شدند که رویه است که در دولت خاتمی نیز گروه های افراطی و رادیکال دست به اقدام چنین عملیات مشابهی علیه برخی از شهروندان خارجی می‌زدند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده تازه ترین خبرها و گزارش های تکمیلی از ایران منطقه و جهان در برنامه آنسوی خبر باشید که بلافاصله فاصله پس از صفحه یک و این جانب پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود